عزیزای دل سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز یکی از فالوورهای خوبمون بهمون دایرکت داد و گفت چطور میتونیم توی یک قاب چند تا ویدیو داشته باشیم و همه رو به صورت همزمان یا جداگونه پلی کنیم. توی این ویدیو میخوایم با هم این موضوع رو به طور کامل بررسی کنیم. خب همونطور که میبینید ما دو تا ویدیو رو به تایملاین اضافه کردیم که هر کدوم رو در یک لایه جداگانه قرار دادیم. قبل از هر چیز بهتره ابعاد ویدیوهامون رو تنظیم کنیم. برای این کار روی ویدیوی اول کلیک میکنیم و وارد پنل ایفکت کنترلز میشیم. اسکیل ویدیوی اول که همون سایزش هست رو به عدد 68 میرسونیم که اون رو از قبل بررسی کردیم و پوزیشن یا جایگیری ویدیو رو هم متناسب با قاب اصلیمون تغییر میدیم. حالا روی آیکون تاگر ترکت آوتپوت ویدیوی دوم کلیک میکنیم تا بتونیم این لایه رو هم مشاهده کنیم و تغییراتی رو روی اون اعمال کنیم. از اونجایی که سایز هر دو ویدیو با هم برابر بود، ویدیوی دوم رو هم به سایز ویدیوی اول میرسونیم. جایگیری ویدیوی دوم رو هم تنظیم میکنیم و بعد به انتهای کلیپ اول میریم و ویدیوی دوم رو در انتهای ویدیوی اول قرار میدیم. با کلید آرت و درگ کردن ویدیو به لایه بالایی یک داپلیکیت یا کپی از ویدیوی دوم میگیریم و بعد همونطور که در اولین فریم ویدیوی دوم قرار داریم روی ویدیو کلیک راست میکنیم و گزینه فریم هولد آپشنز رو انتخاب میکنیم. روی اوکی کلیک میکنیم تا این شات به صورت یک تصویر ثابت در بیاد. اون رو به ابتدای تایملاین میچسبونیم و ما بقیش رو در حالتی که روی ویدیوی دوم قرار داریم با کلیدهای کنترل کی کات میزنیم و اون رو حذف میکنیم. حالا میتونیم این تصویر رو به لایه پایین خودش انتقال بدیم. بعد از این کار ویدیوی اول رو انتخاب میکنیم و دوباره با نگه داشتن کلید آرت و درگ کردن ماوس به یک نقطه خالی از ویدیوی اول کپی میگیریم. به آخرین فریم این ویدیو میریم و با کلیک راست روی ویدیو گزینه فریم هولد آپشنز رو انتخاب میکنیم. این بار یه تصویر ثابت از ویدیوی اول داریم، اما همونطور که میبینید صدای این ویدیو همچنان باقی مونده و اون رو باید حذفش کنیم. اگه بخوام در حالت عادی این کار رو انجام بدم، از اونجایی که تصویر و فایل صوتی با هم لینک هستن، نرم افزار هر دو رو با هم حذف میکنه. پس برای جدا سازیشون روی ویدیو کلیک راست میکنم و گزینه آن لینک رو انتخاب میکنم. الان میتونم خیلی راحت روی صوت کلیک کنم و اون رو با دیلیت حذف کنم. با کلیک راست روی ویدیو گزینه فریم هولد آپشنز رو انتخاب میکنیم. خب حالا این تصویر رو به ادامه ویدیوی اول میچسبونم و به اندازه‌ای که ویدیوی دوم وجود داره از این تصویر با کلید آرت و درگ کردن ماوس کپی میگیرم. صوت ویدیوی دوم رو هم الان میتونم بیارم بالا و بعد از اون برای نزد دادن بیشتر به تصاویرمون به انتهای ویدیوی دوم میریم و بعد از اون تیکه اضافی موجود در ویدیوی دوم رو با انتخاب کردن هر سه لایه حذف میکنیم. بعد از اون برای نزد دادن بیشتر به ویدیوهامون میتونیم تمام فایل ها رو انتخاب کنیم، روی یکی از فایل ها کلیک راست کنیم و گزینه نصف رو انتخاب کنیم. یک اسم برای این نصف قرار میدیم و روی اوکی کلیک میکنیم. با این کار میتونیم خیلی راحت بعد از اتمام کارمون روی ابتدا و انتهای فایلمون افکت گذاری کنیم. خب حالا سی تی آی رو به اول تایملاین میبریم و یک بار با هم خروجی کار رو مشاهده میکنیم. حالا شما هم نبود اینجوری میریختین دورشو. برادر اولاغش گفت بیاین. به همین راحتی تونستیم در یک قاب دو ویدیو رو قرار بدیم و روی اونها تنظیماتی که تا الان در پست‌های قبلی بهتون آموزش دادیم رو اضافه کنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، برای بهبود روند کارمون و حمایت از ما، اون رو با دوستای خوبتون به اشتراک بذارید. تا یه پست آموزشی دیگه، خدا نگهدار.